من خیلی رو تربیت یهودی‌ها فکر کردم چجور میشه اینا. میگه بچه را از 3 سالگی میبرن کنست، میبرن توی کنیسا، اونجا آموزش از 3 سالگی شروع میکنن. با بچه 6 سالش میشه مثلا، بعد دوم راهنمایی تازه A B C D زبان تا هم 4-5 سالگی شکل میگیره، بعد یاد بگیره. حالا بمان، میبرن اونجا اولین چیزی که بهش یاد میدن هویت رو بهش میدن. ما یهودی‌ها قوم برگزیده ایم، ما فرزندان ابراهیم، دنیا مال ماست. و ما صهیونیستاشون حرفای بدتر هم میزنن. اینایی که میبینی شکل من و شما نما یهودی نیستن، اینا جنتیلن. جنتیل یعنی حیوان دو پای شبیه انسان. اینا دو دستن، یا برای من و شما بار میبرن یا باید بمیرن. حیوانات دو دستن، یا یه گرگ درندن میکشیمش، یه حیوانی که برای ما کارامون انجام میزنه، شخم میزنه، سواری میده. اینا دو دستن، استثناءن شبیه ما. این همون بحثی که اینو صهیونیست‌ها دارن به عنوان چوزن پیپل، قوم برگزیده. خودشون توهم اینو دارن که برگزیدن. ببین چه جنایتایی میکنن در دنیا. و تو دنیا شما دیدید، شما که خدا پیغمبر همه چیز زیر سوال ببری، حق دست دادن به اسرائیل اصلا نداری، ولو رئیس جمهور آمریکا باشه. اون خط قرمزه. بعد این بچه با هم هویتی که بهش داده شده بزرگ میشه. به ندرت پیش میاد یک یهودی دینش رو عوض کنه، چون با همین فرهنگ بزرگ میشه. بعد این بچه خاک تو سرت، پسر خالت من چجوری احمق میشه، دختر خالت تو چیکار کرد، تو درس خوندنت بیچاره. خیلی از بچه‌ها ترس رتبه کنکور دارن، ترس کنکور. من یادم پدر مادرم گفت ببین دانشگاه قبول شدی نشدی، بگو اهمیت، خیالت راحت، آدم باش، درس بخونی بهتر. الحمدلله ما درسامون رو هم خوندیم همون تا جایی که موفق میشد که خوب. اما من رفیق داشتم واقعا مخ ریاضی بود، من خودم درسم خیلی خوب بود، اما واقعا ما یه جایی مسائل لاینحل رو میبردیم پیش. این روز کنکور سر جلسه حالش بد شد، ریخت به هم. از چی؟ از استرس این که من بالاخره امیر کبیر قبول میشم، شریف قبول میشم، المصنف هم کجا میخوامه. بابا بچه پنجم ابتدایی برده کلاس تست، یعنی دیوانه میشه باید بدو بازی بکنه. چرا داری تمام دنیاشو تعریف میکنی فقط تو دانش؟ این هم غلطه، مثلا فوبیای درس خوندن داره. این از کتاب بیزاره، کتاب میبینی چرا هر بار کتابش دادن اینو بخون، اگه یه وحش هم جا بندازی بدبختی بیچاره ای، 19 میشه 1975، اون موقع شاگرد اوله نیستی بیچاره. بعد اصلا ترس این کتاب همیشه یعنی چی؟ یعنی ترس، استرس، شب امتحان، بیدار خوابی فلان. بعد میگه چرا میزان کتابخوانی در کشور ما اینقدر پایین است؟ این کتاب میبینه انگار شمره مزل جوشن رو داره میبینه، معلومه میترسه. میدونید علاقه بچه‌ام به کتاب کجا میتونید ببینید؟ بعد جلسه امتحان بری جلو مدرسه هاشون ببینید با کتاب چقدر مؤدبانه و شریف برخورد میکنه. مثلا میبینیسن این کتاب، ای کتاب قیچی میزنه با کتاب. من دیدم مثلا ردش بردش برو شوت میزنه از شرت راحت شد. بعد به کتاب بدبین میشه، فهمیدی؟ بعد شما بگه کتاب دیگه بده. من آدم میشناسم کتاب میخونه حالت تعب میره، نه تو ماشین تو خونه. شرطی شده منفی، ما بعد بچه رو بار آوردیم بعد تو بزرگ شد، بعد این باز چی میخواد بار بیاری؟ اون هرچی عقده تو بچگی بوده، هرچی کتک خورده میزنه تخت کنده میشه. بچه بزرگره بزنه کوچیکر میزنه، اون کوچیک هم هیچ گیر نمیره، رفیقش تو کوچه میزنه. این از اثر چیه؟ مثلا این فورس اومده یه جایی میزنه بیرون، خطرناک.